سلام، به کانال ریویو وید خوش اومدید. محمد هستم و هر شب تو این کانال بهترین و جدیدترین فیلم های سینمای جهان رو معرفی میکنم. تو این قسمت هم قراره با 10 تا از فیلم های اکشن سینمای کره جنوبی آشنا بشیم. داستان اکشن جنایی فیلم با گنگستر بازنشسته کره‌ای با بازی مادونگ سونگ جلو میره. این گنگستر افسانه‌ای و سرسخت بعد از دزدیده شدن همسرش تصمیم میگیره از دوران بازنشستگی بیرون بیاد و با استفاده از تجربیات گذشتهش همسرش رو نجات بده. فیلم 155 دقیقه توقف ناپذیر سال 2018 تو ژانر فیلم های اکشن جنایی منتشر شد و تا حالا تونسته با حدود 3000 رای امتیاز 6.6 IMDb رو ثبت کنه و با 5 نقد تو سایت راتن تومیتوز امتیاز 80% بگیره. داستان فیلم شرور با دختری به اسم سوکی جلو میره. اون از بچگی آرزو داشت به یک قاتل حرفه‌ای تبدیل بشه و این اتفاق هم براش افتاد. سوکی با عملیات‌های خشن و وحشیانه بزرگ میشه تا اینکه مربیش به قتل میرسه. حالا اون باید برای انتقام تلاش کنه. فیلم 2 ساعت و 4 دقیقه شرور سال 2017 تو ژانر فیلم‌های اکشن مهیج منتشر شد و تا حالا با 15000 تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.6 رو ثبت کنه و با 87 نقد تو سایت راتن تومیتوز امتیاز 85% بگیره. یونکو یه ورزشکار تو رشته هنرهای رزمی ترکیبیه. اون بعد از مرگ پدرش توی حادثه وحشتناک تو سنین جوانی از ایمانش به مسیحیت دست میکشه و تصمیم میگیره فقط به خودش ایمان داشته باشه. ولی بعد از چند سال رو کف دستش علامت مرموز و عجیبی ظاهر میشه که قرار زندگیش رو تغییر بده. فیلم 2 ساعت و 9 دقیقه خشم الهی سال 2019 تو ژانر فیلم‌های اکشن ترسناک منتشر شد و تا حالا با 3000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.3 رو بگیره و با 18 نقد تو سایت راتن تومیتوز امتیاز 44% رو ثبت کنه. سینمایی مسنون داستان معمولی به اسم دانگ نشون میده. اون یه مرد با تجربه و حرفه‌ایه که میون عملیات از طرف تیم پشتیبانی حمایت نمیشه و این قضیه باعث میشه خانوادش به قتل برسن. حالا دانگ در حال فرار از نیروهای خودی و سعی داره انتقام کشته شدن خانوادش رو بگیره. اون به عنوان یه راننده وارد یه شرکت قدرتمند میشه تا از این طریق سریعتر به هدفش نزدیک بشه. فیلم 2 ساعت و 17 دقیقه اکشن جنایی مسنون سال 2013 از کشور کره جنوبی منتشر شد و تا حالا با 6000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.8 رو بگیره و با 13 نقد تو سایت راتن تومیتوز امتیاز 62% ثبت کنه.
ماجرای فیلم سارقان قراره با یه سرقت بزرگ جلو بره. پاپی همراه گروهش برای یه عملیات دیگه به ماکائو میرن. اونا میخوان با همکاری مغز متفکر تیم، یعنی شریک قدیمی پاپی، این سرقت بزرگ رو انجام بدن. سالها پیش این مغز متفکر 68 کیلو طلا رو با یه نقشه بی‌نقص دزدید و فرار کرد. حالا هم برای برنامه‌ریزی نقشه جدید برگشته. فیلم 2 ساعت و 15 دقیقه اکشن درام سارقان سال 2012 از کشور کره جنوبی منتشر شد و تا حالا با 10000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.8 رو ثبت کنه و با 12 نقد از سایت راتن تومیتوز امتیاز 67% بگیره. شاهزاده لیچونگ به عنوان یه شمشیرباز حرفه‌ای همراه مردمش از اسارت آزاد شد و در حال برگشت به کشورشه. اون قبل از رسیدن به سرزمین خودش با هموطناش سوگند میخوره تا پای جون با موجودات خبیث و ترسناک کره باستان بجنگه تا کشورش رو از وجودشون پاک کنه. فیلم 121 دقیقه اکشن تاریخی ترسناک شیو سال 2018 از کشور کره جنوبی منتشر شد و تا حالا با 4000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.3 رو ثبت کنه و با 13 نقد از سایت راتن تومیتوز امتیاز 62% بگیره. ماجرای فیلم تو سال 1903 اتفاق میفته. آتشفشان کوه کوکودو تو مرز چین و کره فوران کرده و حالا یه تیم حرفه‌ای از متخصص‌های آموزش‌دهی کره جنوبی و شمالی با هم همراه میشن تا هم از فاجعه‌ای که شبه جزیره کره رو تهدید میکنه جلوگیری کنن و هم جلوی گروه خلافکاری که سعی دارن از این موقعیت سوء استفاده کنن رو بگیرن. فیلم 2 ساعت و 10 دقیقه باران خاکستر سال 2019 تو ژانر فیلم‌های اکشن مهیج از کشور کره جنوبی منتشر شد و تا حالا با 5000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.2 از 10 رو بگیره. کوان به عنوان شخصیت اصلی فیلم یک گیمر حرفه‌ایه که به اتهام قتل بازداشت میشه. اون سعی داره با کمک همتیمی‌هاش ثابت کنه که دخالتی تو قتل نداشته و حقیقت پشت پرده این پرونده رو کشف کنه. فیلم 2 ساعت و 6 دقیقه شهر ساختگی سال 2017 از کشور کره جنوبی منتشر شد و تا حالا با 5000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.8 رو ثبت کنه و با 6 نقد تو سایت راتن تومیتوز امتیاز 67% بگیره. فیلم اکشن کمدی مأموریت ممکن ماجرای یه پلیس مخفی تازه کار رو نشون میده. اون میونه اولین عملیات جدیش متوجه تعداد زیادی مهمات و سلاح گرم میشه که قراره به صورت قاچاق به کره فرستاده بشه. حالا باید واسه پیدا کردن خلافکارا به کره بره و مأموریت رو جلو ببره. فیلم 1 ساعت 45 دقیقه مأموریت ممکن سال 2021 تو ژانر فیلم‌های اکشن کمدی از سینمای کره به نمایش درآمد و تا حالا با 1000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.4 رو ثبت کنه.
فیلم تو دهه 70 شهر بوسان کره جنوبی روایت میشه. لیدوسم مرد شجاع و ماجراجوییه که با کارهای خلافش یه امپراتوری بزرگ واسه خودش درست کرده. حالا میونه بزرگتر شدن قلمروی اون، دادستان سختگیر شهر سعی داره دستش رو رو کنه و جلوی خلافاش رو بگیره. فیلم 2 ساعت و 19 دقیقه پادشاه مواد مخدر سال 2018 از نتفلیکس منتشر شد و تا حالا با 3000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.2 رو ثبت کنه و با 6 نقد از سایت راتن تومیتوز امتیاز 83% بگیره. ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردی. برای دیدن فیلم های دیگه کانال رو دنبال کن و زنگوله کنارش رو بزن تا از انتشار جدیدترین فیلم ها و سریال ها باخبر بشی.